دیگر از مهاجرت های غیر قانونی. سفرهای پرخطر دریایی جوانان ما را به کجا می کشاند؟ روی رسیدن به یک زندگی آرام، بهبود وضع اقتصادی و بالاخره دوری از جنگ و ناهنجاری ها سبب گردیده است تا شمار زیاد از شهروندان افغان ترک دیار و کاشانه نمایند و با قبول خطرات بسیار راه مهاجرت های غیر قانونی را به سوی کشورهای دیگر در پیش گیرند. رویای رسیدن به اروپا و استرالیا که بیشتر در میان جوانان کشور ریشه دوانیده است، در حالی که شمار دیگر از جوانان به فکر دریافت کار آرزوی رسیدن به ایران و یا کشورهای عربی را دارند. افغانهایی که قصد مهاجرت غیر قانونی به هدف دریافت پناهندگی به کشور استرالیا را دارند، سفرهای خطرناک دریایی را متقبل می شوند و یا هم از کشورهای یونان و ایتالیا به عنوان دهلیز عبور به سوی اروپای غربی استفاده می نمایند که متاسفانه شانس رسیدن به این کشورها هم خیلی ها کم است، زیرا موارد زیاد وجود دارد که قایق حامل پناهجویان در مسیر راه غرق گردیده و شمار زیادی از پناهجویان جانشان را از دست دادند. که در تازه ترین رویداد بر روز دوشنبه هفته جاری، یک کشتی حامل 42 نفری افغانها که قصد داشتند تا بگونه غیر قانونی وارد اروپا شوند در آبهای استانبول غرق شدند و در نتیجه جسد 23 تن آنان تا حالا دریافت شده، 6 تن آنها نجات داده شده و متبقی 12 تن دیگر آنها لادرک هستند. در این برنامه سرنوشت روی علل و عوامل سفرهای گروهی جوانان افغان که به طور غیر قانونی قصد وارد شدن به اروپا و سایر کشورها را دارند میپردازیم. سلام و وقت بخیر، با برنامه سرنوشت خوش آمدید. آقایان محمد علی علیزاده عضو مجلس نمایندگان و آقای فهیم کوهدامنی آگاه امور سیاسی مهمانان این بحث برنامه سرنوشت هستند. مهمانان عزیز خیلی زیاد خوش آمدید. آقای علیزاده با شما آغاز میکنیم. مطمئنن شما از حادثه روز دوشنبه که اتفاق افتاد آگاه هستین. فکر میکنین چرا یا حادثه باید اتفاق افتاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما و کوهدامنی صاحب و بینندگان محترم. ضمن عرض تسلیت برای خانواده های کسانی که قربانی شدن و جانشان از دست دادن، خدمت شما عرض شود که اولین بار نیست که مهاجرین افغانستان دچار چنین حادثه اسفناک میشه و جانشان از دست میتن. ما موارد خیلی زیاد را در سالهای گذشته داشتیم در مسیر اروپا، مسیر استرالیا، که صدها تن از هموطنان ما و شما در مسیر مهاجرت جانشان از دست دادن، ولی متاسفانه کمتر مورد توجه حکومت قرار گرفت و این بار به علتی که رئیس جمهور افغانستان توجه بیشتر کرده و وظیفه داده تا این موضوع تحقیق و پیگیری شود، ما مورد توجه قرار گرفته و این که چرا چنین حادثات اتفاق میفته، خب من فکر میکنم برمیگرده ریشش به علت مهاجرت افغانها به کشورهای خارجی. یک، چرا تا هنوز هم شرایط در کشور مساعد نشده که جلوی مهاجرت افغانها گرفته شود و اونا تشویق شوند تا از کشورشان مهاجر نشود و به صورت غیر قانونی در این مسیرها قرار نگیره، که من فکر میکنم علت عمده از این مهاجرت ها باز هم برمیگرده به وضعیت کشور، جنگ و ناامنی و مسئله بیکاری، فقر، عدم اشتغال، به خصوص برای نسل جوان که اینا سال هاست یا ده هاست که در کشورهای همسایه ما مشغول کارهای بسیار سخت و طاقت فرسا هستند و در دهه گذشته امیدواری که به وجود آمد که اینا شاید کشورشان در یک شرایط قرار بگیره که دیگه از کار کردن در کشورهای همسایه بی‌نیاز شود، ولی متاسفانه دهه گذشته و شرایط فعلی باز هم اینا را مایوس ساخت و ناامید ساخت و به جای رسید که یک بار دیگر به فکر فرار از کشور و رفتن به کشورهای دیگر بیندیشن و خطراتی که در مسیر هست اینا را متقبل شوند، بخصوص در طول سال گذشته و سالهای گذشته یک چشم‌انداز ناامید کننده
آینده افغانستان و روشن نبودن آینده افغانستان که منجر به ناامیدی نسل جوان و خانواده هایشان شدن بیشتر محرک و مشوق فرار جوانان و مردم افغانستان از داخل کشور به طرف کشورهای خارج شد که اینا متاسفانه به یک شکل سرسام آور تا هنوز هم ادامه داره و ما شاهد هستیم که هر روز در مسیر پرخطر کشورهای اروپایی و استرالیا و جاهای دیگر جانهایشان از دست میتن و با صدها مشکلات متنوع دیگه مواجه هستند و روبرو هستند و یکی از علت هام که میتوان به علت ها افزود به توجهی حکومت گذشته نسبت به قضیه بودن که اینا این موضوع را هیچ وقت پیگیری نکردن. ما شاهد مواردی بودیم که در حادثه های در حدود 100 نفر بالای 100 نفر پایین تر از 100 نفر از هموطنان ما در آبهای استرالیا در آبهای یونان و ایتالیا غرق شدن و ولی حکومت گذشته کاملا به اعتنا نسبت به این مسائل برخورد کرد و اینا را تعقیب نکرد، پیگیری نکرد، بررسی نکرد و در نتیجه او قاچاق برایی که دست به چنین اعمال میزنند و کشورهایی که در این مسیر قرار دارند اونا هم هموطنان ما را به مجموعه فراموش شده، مجموعه بدون سرنوشت تلقی کردن و به این نتیجه رسیدن که هر کاری اگر در حق از اینا شوه کشورشان یا دولتشان این را پیگیری نمی کنه و این خاطر ما شاهد هستیم که چنین حادثات تلخ اتفاق میفته. سپاسگزار شما ای که چرا ما مثلا شاهد افزایش این حادثات هم هستیم. پس از صحبت‌های آقای کدامنی از شما خواهیم شنید. آقای کدامنی بین باور شما را بگیریم که چرا هم مثلا افغان ها قربانی سفرهای غیر قانونی به کشورهای اروپایی میشن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب علیزاده صاحب و تمام بینندگان محترمتان و همین قسم تسلیت عرض میکنم برای خانواده های قربانیان مردم افغانستان و تمامی انسان ها و ملت های نیازمند دنیا. جناب علیزاده صاحب هم پیشتر اشاره کردن که دلیل عمده مهاجرت مردم نیازمندی شان است. شما ببینید برای جوانان زمینه کار مساعد نشده در افغانستان، هنوز هر روز ناامنی بیشتر شده میره متاسفانه در این چند سال پسین، خصوصا اکثرا کسایی که مهاجرت میکنن به کشورهای دور، اینا جوانها و خانواده های تحصیل کرده و قشر متوسط جامعه ما هستند. اینا در افغانستان بستر برای خود نامناسب میبینن و میرن به بیرون. چند چیز باید ما بکنیم که متاسفانه تا حال نکردیم. یکی که عوامل مهاجرت را کوشش کنیم هم حکومت افغانستان، مردم افغانستان و کشورهای دوست که افغانستان را حکومتش حمایت میکنن که ما عوامل مهاجرت را در داخل از بین ببریم. حالا ناامنی است، نبود شغل است، نبود رفاه اجتماعی است و مسئله دیگه ای که افغانستان با کشورهایی که تعهدات سیاسی و استراتژیک داره اونا را متقاعد بسازه که اونا در سطح دنیا کمپاین کنن برای از این که تمام کشورهایی که متعهد هستند به کنوانسیون های معتبر بین المللی که پیروی کنن از اون تعهداتشان. یکی از حق تمام انسان ها در دنیا ای است که هر جایی که میخواید اونا میتونن زندگی کنن و در جای دیگه که زندگیشان را در خطر میبینن، در به اصطلاح ناامنی خود را احساس میکنن، میتونن به جای امنتر و خوبتر مهاجرت بکنن. زندگی کردن در کره زمین حق تمام انسان هاست که در هر گوشش میخواید زندگی کنن. ما متاسفانه تا به حال فشار لازم را به همکاری کشورهای دوست خود بالای بعضی از کشورها نتانستیم بیاریم که اونا بپذیرن یا قبول کنن که از کنوانسیون های بین المللی و معتبر دنیا در قسمت او تعداد از افغانهایی که اگر احیانا به کشورشان پناهنده میشه بپذیرن. مثلا شما ببینین کشور استرالیا
حتی در تلویزیون های داخلی و محلی افغانستان اعلانات تبلیغاتی دارند که گویا هیچ کس حق ورود را از مردم افغانستان به استرالیا ندارند. این خودش سلب کردن حق یک انسان است در این کره زمین که وقتی می خواهد در یکی از بخش های کره زمین زندگی کنند. ما در سیاست خارجی خود این مسئله را باید تعقیب کنیم. و مسئله دیگه ای که کشور ترکیه و یونان یک پایگاه برای انتقال افغان ها به کشورهای اروپایی و امریکا شده متاسفانه. در این کشورها ما زیاد فعال نیستیم. اول خود ترکیه چرا تابع کنوانسیون های بین المللی نیست یا یونان چرا نیست؟ وقتی یک انسان داخل کشورشان میشه اونا قوانین را که متعهد هستند در قسمت ای انسان که داخل کشورشان شده عملی بکنن. و مسئله دیگه ای که این مشکل تنها در ترکیه و یونان نیست، شما قبول کنید در مرزهای پاکستان و ایران، در مرزهای تفتان، جکیگور و همین قسم تا آخر نزدیک چابهار، از هر قسمتی که افغان ها وارد ایران میشن از پاکستان، همین قسم در منطقه رباط بین افغانستان، ایران و پاکستان که از در ولایت نیمروز، حتی گاه گاهی در هراتی شنیده میشه که وقتی از مرز یک نفر از هموطن ما عبور میکنن، چون در گذشته این مرزها طوری بوده که حتی بین مردم های دو طرف مرز یک سری پیوند ها وجود داره، پیوند های خانوادگی. افغان ها در مسیر این مرز ها زیاد تا به حال شهید ساخته شدن که از طرف حکومت افغانستان به شکل باید شایدی پیگیری نشده. وزارت امور مهاجرین افغانستان هم تا به حال دقیق تا در این قسمت عمل نکرده که هیچ کشور نباید اجبارن ولو کشورهای نزدیک همسایه ما افغان ها را اخراج کنند. اخراج افغان ها از یک سری از کشورها، از بعضی از کشورهای همسایه و کشورهای نزدیک اخراج اجباری است. شما ببینید همکنون وقتی در ایران، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، در این کشورها کسی را از هموطنهای ما و شما را پلیس میگیره که حتی اما مدت زمان ویزش سپری شده میباشه، مثل یک قاچاقبر واره، مثل یک خلافکار واره، او را از همونجا طور دیپورت میکنه به افغانستان که حتی داد و حساب مالی که در او کشورها می داشته باشه اینا فرصت برای تصفیه از او حسابا نمی داشته باشه. فکر میکنید چرا دانش وزارت امور مهاجرین همچنان وزارت خارجه اقدامات جدیدی ای راستان نداشته؟ من نمی فهم که چرا وزارت مهاجرین عمل نکرده، چون وظیفه وزارت مهاجرین وزارت رسیدگی به امور مهاجرین است. اینا در بسیاری از کشورها دفاتر دارن و دفاتر از اینا باید در این زمینه کار کنه. من یک زمان تجربه دارم در این قسمت، چون خودم کارمند ملل متحد بودم و با دفاتر امور مهاجرین افغانی ما کار از نزدیک میکردیم. کسایی که گماشته می شود به عنوان کارمندای دفاتر امور مهاجرین یا یک افراد کم سواد می بودند متاسفانه، یا افراد می بودند که بجای رسیدگی به کار امور مهاجرین شروع می کردند به اصطلاح فساد اداری، از برگشت های غیر قانونی شروع تا انجام دادن یک سلسله کارهای غیر قانونی مهاجرین در ادارات دولتی همو کشورها، یعنی یک نهاد تسهیل کننده برای کارهای غیر قانونی می شدن بیشتر تا ای که به کارهای قانونی مهاجرین رسیدگی شود. سپاسگزار از شما آقای علیزاده. بین این مورد هم صحبت کنیم، ما همه ساله شاهد افزایش سفرهای غیر قانونی به ویژه جوانا به کشورهای اروپایی هستیم. فکر میکنید چرا همه ساله آماری تعداد افزایش می‌یابد، در صورتی که گفته می‌شد یکی از دلایل عمده‌اش هم عدم با وجود آمدن یک حکومت بود؟ در حالی که حال حکومت هم با وجود آمده، چرا هنوز هم جوان ها سرسام‌آور به طرف کشورهای اروپایی هجوم می‌آورند؟ من پیشتر هم خدمت شما عرض کردم که عمده‌ترین علتی که جوان ها
به طرف کشورهای دیگه روی میارن و کشورشان را ترک میگوین. مجبوریت هایی هستند که اونا در داخل کشور خود با او مواجه هست. اینا اکثرشان 80%شان حتی جوانان تحصیل کرده افغانستان که از پوهنتون ها فارغ میشن با مشکل بیکاری مواجه هست و حکومت افغانستان نتانست که برای جوانان افغانستان به خصوص برای تحصیل کردگان افغانستان شغل ایجاد کنه و شغل مناسب ایجاد کنه. و اینا من تعداد زیاد را میشناسم که یک سال دو سال بعد از فراغت از پوهنتون اینا بیکاری طرف طرف گشتن و به هر اداره رفتن با واسطه بازی و با مسائل های فساد اداری مواجه شدن و سرانجام مجبور شدن یا خیلی کسایی که درسای خود را تکمیل نکرده گذاشتن و رفتن به طرف کشورهای خارجی. و جوانان غیر تحصیل کرده افغانستان هم ما و شما میبینیم که شرایطش چگونه هست و 60% مردم افغانستان همکنون هم با فقر مواجه هستند، با مشکل بیکاری مواجه هستند و شرایط آسان ترین رایی که برای از اینا برای تأمین زندگیشان در پیش رو بود رفتن به کشورهای همسایه بود، ولی شرایط بسیار سختی که در کشورهای همسایه هم وجود داره که آقای کدامنی صاحب اشاره کردن با توهین ها و تحقیر ها و شرایط سخت کاری که در اونجا مواجه میشن، اخراج اجباری که در خیلی از موارد اخراج ها منجر به از دست دادن جان از اونا شدن، مجبور می سازد تا که جوانان افغانستان از داخل افغانستان، از کشور ایران، از کشور پاکستان به سوی کشورهای دیگه روی بیارن و با وجودی که میدانن که خطر مرگ در پیش رویشان است، ده ها نو مشکل در پیش رویشان قرار داره، ولی از روی ناچاری اینا را انتخاب میکنن. یعنی کمی هم با گذشته برگردیم آقای علیزاده، فکر میکنین چرا حکومت گذشته لااقل تلاش نکرد تا زندگی جوانا مسون شوه و این مشکل خاتمه پیدا کنه؟ خب حکومت افغانستان، حکومت گذشته افغانستان فقط در این بخش نبوده که ناکام باشد که اونا مشکل مهاجرین افغانستان نتانستن حل کنند، در مجموع یک حکومت ناکام بود، حکومت بی تفاوت بود نسبت به زندگی مردم افغانستان، نسبت به معیشت و اقتصاد مردم افغانستان، نسبت به امنیت مردم افغانستان در اوج بی تفاوتی قرار داشت و متاسفانه یک مجموعه که در رأس حکومت قرار داشتن اینا فقط و فقط به فکر خودشان، به فکر زندگی شخصی و فامیلی خودشان، به فکر چورو چپاول بودند و به همین جهت بود که عنوان فاسدترین حکومت دنیا را از آن خود کردند. اینا علی رغم وعده هایی که داده بود و همچنین دنیای همکاران بین المللی افغانستان، اینا نتانستند که مشکل بیکاری را حل کنند و برای جوانان افغانستان شغل ایجاد کنند و همه مشکل بیکاری و مشکل اقتصادی نه تنها منجر به مهاجرت جوانان افغانستان شد، بلکه باعث ناامنی شد به همون میزان از ما جوانان افغانستان که به طرف مهاجرت رفتن خطر جانی را قبول کردن دو برابر از او، سه برابر از او، از مجبوریت های اقتصادی به دامن دشمنان افغانستان پناه بردن، سربازان از اونا شدن و ناامنی را در افغانستان افزایش دادن و متاسفانه به خاطر ضعف عمومی، به خاطر به مسئولیتی حکومت افغانستان و رهبری حکومت گذشته افغانستان بود که اونا در برابر مردم، در برابر زندگی مردم پاسخگو نبودن و از شهر. به مسئولیتی بیشتر برمیگرده به کدام نهاد حکومت گذشته؟ به تمام نهادها برمیگرده، ما نمیتونیم، ولی بیشتر من خودم شخصا رهبری حکومت گذشته افغانستان مقصر میدانم. رئیس جمهور افغانستان در قبال مقصر و جدیت لازم و او تعهد و دلسوزی که لازم بود ازش استفاده نشد و به کار نگرفت. وزرا نه در برابر رئیس جمهور مسئول بود، نه در برابر پارلمان مسئول بود، از طرف دیگر نهادهای دیگه دولت افغانستان هم مشکلات خود داشت، پارلمان افغانستان مشکلات خود داشت و داره، قوه قضایی افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هم مشکلات خود داره و تمام از اینا باز برمیگرده به یک نکته که رهبری حکومت افغانستان با تمام مسائل
بی تفاوت برخورد کرد، مصلحتی برخورد کرد. شما که نماینده مردم هم هستین، فکر میکنید آیا وزارت امور مهاجرین در این راستا کدام گام عملی برداشته؟ متاسفانه گامی که قناعت بخش باشد و رضایت بخش باشد بر نداشته، و ما شاهد بودیم که وزارت مهاجرین سال گذشته مورد فوکاس و توجه به ارتباط قرار گرفت و تا سرحد استضاح وزیر مهاجرین پیش رفت و همین مشکلات مهاجرین در کشورهای همسایه، در ترکیه، در جاهای دیگه باعث شد تا یکی وزیر مهاجرین به خاطر همین موضوعات بی‌کفایتی و کمکاری و به خاطر فسادهایی که موجود بود به استضاح کشانده شد. ولی با توجه به مشکلاتی که در درون پارلمان است، ما شاهد بودیم که دوباره از استضاح جان سالم به در برد و پس به مکار خود ادامه داد و مشکلات همچنان سر جای خود باقی بود. همین کسانی که امروز از ترکیه حرکت کردند و میان ترکیه و رومانی جانشان از دست دادن، ده ها مورد در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود. ما شاهد بودیم که دو ماه پیش در خود ترکیه مهاجرین افغانستان دست به اعتصاب زدن، دهنهایشان را کوک زدن، ولی 40 روز دو ماه سر و صدا بود و وزارت خارجه افغانستان هیچ گونه اعتنایی نکرد و حکومت گذشته افغانستان هم به توجه به او برخورد. سپاسگزار از شما. ادامه بحث پس از یک وقفه کوتاه. باز هم خوش آمدید آقای کدامنی. با باور شما فکر میکنید نهادهای مسئول در این راستا آیا واقعا کار جدی انجام داده؟ اگر برگردیم به حکومت گذشته، اگر بر حسبی فرض کنیم که حکومت گذشته به ویژه وزارت امور مهاجرین کار قابل ملاحظه در این راستا انجام نداده، پس تکلیف پارلمان و نماینده های مردم چی میشد در زمان؟ ببینید، از همه مهمتر اول بر علاوه موارد را که بیشتر یاد کردم که عوامل که باعث مهاجرت میشه از بین بره، در کنار از او وزارت داخله افغانستان، امنیت ملی افغانستان، اینا میتونستن و باید از این بعد این کار را بکنن که قاچاق برای انسان را من حیث مجرمین همراهشان برخورد شدید صورت بگیره. یک تعداد از این قاچاقبرا برای مردم باغهای سرخ و سبز را نشان میده در کشورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا، و از اینجا اصلا یک تعداد از جوانا که زمینشان را میفروشن، خانه هایشان را میفروشن و پول از او را برای همین قاچاقبرا میتن. با این قاچاقبرا تا به حال یا مافیای انسانی کدام برخورد شدید از طرف پلیس افغانستان یا سایر نیروهای کشفی صورت نگرفته. موضوع دیگه ای که وزارت مهاجرین افغانستان وظیفش رسیدگی به همین کار است. مثلا وزارت امور مهاجرین مثل وزارت معارف افغانستان مکتب سازی و رسیدگی به کار اطفال شامل درس نیست، وظیفهش مثل وزارت معدن نیست، وظیفهش مثل وزارت دفاع و امنیت و پلیس نیست. وظیفه وزارت امور مهاجرین رسیدگی به امور مهاجرین است در تمام بخشاش. اینا در این قسمت در گذشته متاسفانه ناکام بودن، از این به بعد باید اینا رسیدگی درست بکنن. و حتی از وزارت خارجه ما میخواییم که در کشور یونان یک سفارت افغانستان اونجا فعال باشه، با توجه به اینکه شاید در بعض از کشورهای اروپای شرقی ما بعض سفارتهای غیر ضروری داریم که نه زیاد با اون کشورها روابط سیاسی داریم ما، و نه هموطنهای ما اونجا زندگی میکنن که خدمات دیگه ارائه شود. خوب است که یا یک سفارت جدید در کشور یونان افغانستان داشته باشه، یا یکی از اون سفارتخانه را که اونجا نیازمندی چندان وجود نداره برش منتقلش کنن از اونجا به یونان. وقتی ما در یونان سفارت داشته باشیم، سفارت دیگه ما در ترکیه، اینا دیپلمات های فعال باشن، در تماس های زیاد و مکرر با مسئولین از این حکومت ها اونا را متقاعد بسازن که با کسایی که از شهروندهای افغانستان اگر در اون کشورها زندگی میکنن برخورد قانونی مطابق به کنوانسیون های امروزی که او کشورها متحد هستند صورت بگیرم. یکی از وظایف ما ای است که ما از حقوق تمام شهروندهای افغانستان در بیرون از افغانستان دفاع بکنیم،
همینایی که از ترکیه به طرف یونان میرن، از یا به طرف رومانیا میرن و از اونجا به کشورهای دیگه میرن، خب اینا یک سری نیازمندی ها دارن یا اغوا شدن حتی، ولی وظیفه حکومت افغانستان است که از حقوق اتباع خود در همه جای دفاع بکنم. بنابراین در این قسمت یک برنامه ریزی دقیق شود، حتی وزارت امور مهاجرین در او کشورها نمایندگی هایشان را داشته باشند. و در رابطه با سوالی که ما مطرح کردیم که پارلمان هم در این راستا کار قابل ملاحظه انجام داده؟ پارلمان میتونن که کارهای وزارت امور مهاجرین را همیشه نظارت کنن، از وزیر مهاجرین باید پرسان صورت بگیره که چرا در او کشورها اگر دفاترشان نیز دفتر ندارن و اگر دارن کار دفاترشان چی بوده در قسمت مهاجرین. سپاسگزار از شما آقای علیزاده، به این سوال پاسخ بدین که چرا پارلمان افغانستان کارهای وزارت امور مهاجرین به گونه درستش نظارت نکرده و از اونا پرسان نکرده که چرا به وضعیت پناهنده ها درست رسیدگی نشده؟ من فکر میکنم پارلمان افغانستان بی توجه به این موضوع نبوده. من پیشترم خدمت شما کردم که حتی همین مشکلات منجر به استعفای وزیر مهاجرین شد، اما ای که خوب توجه صورت گرفته اما نتیجه خوب به دست نامده و نتیجه گرفته نشده و وزیر مهاجرین از درون پارلمان دوباره رأی اعتماد گرفته و ناپس به وظیفه خود ادامه داده، با وجود که مشکلات مهاجرین همچنان سر جای خودش باقی بوده. ای برمیگرده به مشکلاتی که در درون پارلمان افغانستان وجود داره و همچنین مشکلاتی که میان پارلمان افغانستان و قوه مجری افغانستان در گذشته وجود داشت، میان دو سه نهاد هماهنگی وجود نداشت و وظیفه رئیس جمهور افغانستان بود که با توجه به قانون اساسی افغانستانی هماهنگی را میان سه نهاد ایجاد میکرد و تصمیماتی که شورا میگرفت در مطابقت با قانون از او باید حمایت صورت میگرفت. متاسفانه رئیس جمهور گذشته افغانستان بیشتر در نقش رئیس قوه مجریه ایفای وظیفه میکرد تا در نقش رئیس دولت افغانستان، و مشکلات هایی در گذشته وجود داشت میان پارلمان افغانستان و نهاد مجری افغانستان، نه تنها در این بخش، در بخش های مختلف دیگه که برای تمام مردم افغانستان روشن است. و امروز شرایط جدید، رئیس جمهور جدید افغانستان و حکومت وحدت ملی، امیدوار هستیم که متفاوت با گذشته برخورد کنه. همون قسم که ما شاهد بودیم که رئیس جمهور افغانستان برای اولین بار وظیفه داد به صورت جدی وزارت خارجه افغانستان را تا در این مورد تحقیق کنه و نتیجهش برای از اونا گزارش بده. ما امیدوار هستیم که این موضوعات پیگیری شوه و در سایر موارد هم اقدامات لازم صورت بگیره و پارلمان افغانستان هم مثل گذشته برخورد نکنه و متفاوت از گذشته برخورد کنه و مسئولانه برخورد داشته باشد. ما قبول داریم که مشکلات در گذشته هم در پارلمان افغانستان بوده، هم در وزرا بوده و هم در مجموع ارکانهای دولت. سپاسگزار از شما. پای کدامنی نهادهایی که در این راستا کار میکنه، به ویژه در راستای مهاجرین، یکی هم اداره سازمان ملل در امور مهاجرین و پناهندگان است، فکر میکنین اداره سازمان ملل چقدر در افغانستان به کاراش درست رسیدگی کرده؟ ببینید، دفتر UNHCR اونایی که در داخل افغانستان است، وظیفهش در مورد مهاجرین افغانی که در بیرون است نیست. اینا اگر کدام اتباع خارجی در داخل افغانستان میایه و اینجا پناهنده میشه، مهاجر میشه، اینا دو قسمت کار میکنن. یکی دوم، یک سری روابط اینا با وزارت امور مهاجرین افغانستان دارن که در قسمت بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغانی اینا یک سری تبلیغات میکنن، اوراق تبلیغاتی دارن، سهولت ها ایجاد میکنن، ولی کار اصلی را در رابطه با مهاجرین او دفاتر میکنن بر مهاجرین افغانستان که در پاکستان است، ایران است، ترکیه است یا هر کشور دیگه که مردم ما مهاجر میشن. اینجا از دفتر UNHCR در ترکیه پرسیده شوه باید که وقتی مهاجرین افغانی یا از هر کشور دیگه در او کشورها میاد، اینا وقتی تقاضا میتن، تقاضای بودن در ترکیه، یونان یا هر کشور دیگه را، عملکرد دفتر UNHCR اونجا چی بوده؟ اگر UNHCR عمل کرده به ماموریتش، کارمندایشان کشور ترکیه که اینا متعهد هستند به کنوانسیون های
بین المللی در قسمت امور مهاجرین، اونا چقدر به تعهدشان عمل کردند در این قسمت؟ و اگر نکردند، چرا دفتر UNHCR اونا را وادار نساخته به ای که اونا به تعهداتی که دارند در این قسمت مهاجرین عمل نکردند؟ و اونا را باید عدم عمل کردشان را هم به دفتر مرکزی سازمان ملل متحد گزارش بدن و هم از طریق رسانه های جمعی به سم مردم دنیا برسانند که کشور ترکیه، یونان یا هر کشور دیگه در قسمت برخورد به مهاجرین خلاف تعهدات که اونا دارن در ملل متحد عمل میکنن. و چیز دیگه که هم از متاسفانه که در اون کشورها مهاجرین اتحادیه های فعال برای خودشان ندارن، اینا از ترکیه و یونان و حتی ایران و پاکستان من حیث دهلیز گذر برای از تعداد مهاجرین استفاده میکنن، اقامت دوامدار ندارن اونجا، اقامت خیلی زود گذر می داشته باشن و در همو مدت کوتاهی که می باشن اینا همیشه تمام تماسشان با قاچاق برای انسان است، با اونایی که از طریق آبها اینا را به طرف یونان یا رومانیا می برن. اینجاست که وزارت امور مهاجرین باید کار بکنه، باید در کشورها نمایندگی هایشان را داشته باشن و از کاری که به خاطر مهاجرین می باشه، به خصوص به خاطر دفاع از حقوق انسانیشان، دفاتر نمایندگی وزارت امور مهاجرین در این قسمت باید کار کنند. آقای کدامانی، بیاین به این دو سوال هم پاسخ بتنی که چقدر وزارت امور مهاجرین و سایر نهادهایی که در این هر سه کار میکنن با مردم، به خانواده ها آگاهی دادن از خطرات سفر، سفرهای غیرقانونی، و در کنار از این چی باید شود تا میزان این سفرها کاهش بیافته و کم شود؟ عواملش اول از بین بره در افغانستان. ببینید، شما وقتی از دانشگاه ها جوان ها فارغ میشه، هیچ تضمینی برای کار پیدا کردنشان چی در عرصه حکومت چی در عرصه خصوصی نیست. خب حکومت طبعا یک تعداد کار افراد را جذب میکنه، ولی خود حکومت برای سکتور خصوصی اونمو فرصت لازم را مساعد نساخت تا ای که اونا کارشان را توسعه بدن، تعداد کارمند یا کارگر برایشان استخدام بکنند. از طرف دیگه یک تعداد از کمپانی های بزرگ را تعهد لازم ازشان نگرفته. مثلا شما ببینید بانک ها است، شرکت های بزرگ مخابراتی است، اینا در کنار از اینکه شرکت های بزرگ اقتصادی هستند، یک سری تعهدات اخلاقی هم می داشته باشند در جامعه. مثلا یک بانک در کنار از اینکه خدمات بانکی ارائه میکنه و از این راه مبالغ هنگفت پول پیدا میکنه، اینا تعهدات اخلاقیشان نیست که برن در قسمت زراعت کار کنن، برن در قسمت معارف کار کنن، برن خدمات دیگه اجتماعی بکنن. و در هر قسمت از این کار طبعا برای یک تعداد از جوانای از این کشور ایجاد شغل صورت میگیره. همین قسم شرکت های بزرگ مخابراتی، شما تا به حال سراغ ندارین که یکی از این شرکت های بزرگ مخابراتی که مبالغ خیلی زیاد پول به شکل دوامدار اینا درآمد دارن آمده باشن یک دارالایتام را در یکی از ولایات کشوری ساخته باشن جهت تحصیل یک تعداد از اولاد همین پلیس ها و سربازای اردوی ملی که میرن به خاطر دفاع از همین وطن شهید میشن. و این شرکت های بزرگ مخابراتی یا بانک ها یا هر شرکت بزرگ دیگه اقتصادی که در این 13 سال میلیون ها دلار پول عاید کردن برای اطفال همون شهدا که از برکت جانفشانی از اونا اینا صاحب جا و جلال و مکان شدن، هیچ کار نکردن. یا در عرصه خدمات اجتماعی، شما سراغ ندارین یک روز را که یکی از بانک ها آمده باشه حداقل برای 2 ماه در شهر کابل یا یکی از شهرهای بزرگ دیگه خدمات در قسمت پاکاری شهر کرده باشه، یا مثلا آمده باشه برای سیستم فاضلاب شهر یک چیز سرمایه گذاری کرده باشن، چون پول را اونا از همین مردم پیدا میکنن. بنابراین تعهدات اخلاقی در قسمت کارهای خدمات اجتماعی همین شرکت های بزرگ دارن. وقتی اونا را دولت وادار به این کارا بکنه، طبعا ایجاد شغل میشه برای مردم، از طرف دیگه رفاه اجتماعی به وجود میاد، از اون طرف دیگه ایجاد شغل میشه و دیگه برای تامین امنیت. وقتی ایجاد شغل شد،
خود از این برای تامین امنیت میتونم مومد واقع شوم. یکی از راه های دیگر که گفته میشه سازمان ملل هم در این مورد صحبت کرده همی است که دولت و وحدت ملی میتونه در کنار یک سلسله چارچوب ها این سفرها را قانونی بسازه و از نیروهای کار افغانی که در کشورهای همسایه و سایر کشورها به طور غیر قانونی استفاده میشه میشه که قانونی بسازه. فکر میکنید این کار چقدر متصور است؟ بدون شک حکومت وحدت ملی یکی از کارهایی که باید بکنه همی است که به کشورهای کنو کارگر لازم دارن، چی کشورهای منطقه و چی کشورهای دورتر کارگر قانونی بفرستن که در او صورت هم شهروندای افغانستان وقت جهت کار میرن اونجا میتونن ویزای کار داشته باشن، دیگه از عواید کنو می داشته باشن، خود حکومت افغانستان یک درآمد می داشته باشن. اما متاسفانه در قسمت حکومت وحدت ملی هم که با وجود که بحث حکومتی نبود، فقط کوتاه میخوایم یادآور شوم که زیاد اخلاص وجود نداره در قسمت شکل گرفتن یا شکل دادن حکومت وحدت ملی. ما همه ملت افغانستان چندین هفته است که منتظر هستند که مشخص شود کابینه از اینا، مشخص شود که برای کدام یکی از این تیما کدام وزارتخانه مسئولیتش سپرده میشن. اما کسایی که در ارگ کابل رفتن و به اصطلاح وطنی ما اونا خرشان از آب گذشته یا از گل گذشته، حال اونا حاضر نیستن که به شکل مساویانه و عادلانه قدرت را با تیم مقابلشان تقسیم بکنن. سپاسگزار از شما آقای علیزاده. خیلی کوتاه اشاره کن شما میگه چی باید شود تا این معضل پایان یابد؟ یگانه راه حل است که برای خانواده ها در داخل افغانستان برای جوان ها شغل ایجاد شود، منبع درآمد ایجاد شود. اگر این مشکل حل نشود دیگه هیچ تدابیری نمیتونه که. و شما فکر میکنید که حکومت وحدت ملی رادار داره که برای جوان ها و به ویژه به کسایی که سفرهای غیر قانونی میکنن زمینه کار به طور قانونی در خارج از کشور فراهم بسازه؟ مکلفیت و مسئولیت اولیه حکومت وحدت ملی امیست که باید این کار انجام بده، تغییر در معیشت مردم افغانستان ایجاد کنه. اگر این کار را انجام نده شکست خورده است، مکلفیت خود را انجام نداده. من به عنوان مثال خانواده را میشناسم که سه بچه جوان خود را در آب استرالیا به صورت غیر قانونی که رفته از دست داده، ولی به خاطر کمی مشکلی بیکاری حل نشده بچه چارو میشم در راست دمی روزها. سپاسگزار شما. با سپاس از آقایان محمد علی علیزاده عضو مجلس نمایندگان و آقای فهیم کودامنی آگاه امور سیاسی و همچنان سپاس از شما که تا حالا بیننده سرنوشت بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.